سوال ما مشترک هست. خواهش میکنیم که از هر چهار شرکت کننده به سوال ما جواب بدن. خیلی من دو دقیقه وقت داریم. سوال اول، از نظر شما کنگره ایرانیان تا کجا میتواند در سیاست های ایران دخالت داشته باشد؟ در سالهای گذشته کنگره در مواقع بسیار زیادی توی مسائل سیاسی مربوط به ایران دخالت را اظهار نظر یا مورد عمل شده که یکی از مهمترینش هم در واقع در این جلسه امروز هست. بعضی وقتا برای بستن سفارت بوده، بعضی وقتا برای باز شدن سفارت، برای بسته نگه داشتن در شکل‌های در جبهه‌های مختلف. می‌خوام بدونم که در واقع شما نظر شما در مورد محدوده این دخالت کنگره در سیاست ایران چیست؟ در سال 2008 وقتی که کنگره ایرانیان کانادا در جون 2008 اولین هیئت مدیره تشکیل شد، من افتخار داشتم که توی اون هیئت مدیره با ده نفر دیگه حضور داشته باشیم. زمان که در سال 2009 که هم جریانات 1388 پیش اومد در ایران، روی موومنت ایجاد شد در ایران، افرادی که در کنگره بودن، تمام اعضای کنگره، هیئت مدیره و اعضای در راه بگویی که اینجا در تورنتو انجام شد تمام حضور پیدا کرده، حتی توی پرس نوتفرس و دیگه هایی که حتی اعلامیه داد خود کنگره بود. از سال 2010 که من افتخار میداشتم که در کنگره تو سال 2012 هم ریاستش باشم، مسائل مختلف پیش اومد که در تک تک اون مسائل کنگره ایرانیان با توجه به اینکه در اساسنامه‌اش نوشته شده که این کنگره کار سیاسی نباید انجام بده، نان پارتیزان هست، ولی وقتی این مسائل پیش میاد نمیتونید شما بگید که این کنگره نمیتونه پیشنهاد بده به نظر بایست این باز باشه، یعنی به شما راه میده. پس بنابراین من سلام میدونم که این اساسنامه کنگره در حد بازبینی مجدد بشه که بتونه این موارد به طور دقیق توش نوشته بشه. حالا اینکه روابط تا کجا میتونه دخالت کنه، این به نظر من جز به وظایف من هم نیست که بگم، به خاطر اینکه در سال 2012-29 اپریل وقتی که روزی که ما AGM داشتیم و من تمام میشد ترمم، همون روز روی تلفن من پیغام آمد که سفارت کانادا در ایران بسته شد. فقط یک نکته خیلی کوچیک رو در مورد بگم، یک ماه قبل از اینکه سفارت بسته بشه، یک ماه نیم، در مارس 2012 در جلسه که یکی از دوستان که اینجا حضور دادن اتفاقا ایجاد کردن با وزیر وقت ایمیگریشن آقای جیسون کنی در دانتان تورنتو، حدود 13 تا 14 نفر از اعضای فعال ایرانی و اعضای 3 نفر از هیئت مدیره وقت کنگره ایرانیان کانادا با آقای جیسون کنی حضور داشتن که صحبت کنن و مسئله بود که چرا پدر مادرها ویزا نمیتونن بگیرن. آقای جیسون کنی سوال اونجا گفتن آف دی رکورد، گفتن اگر ما بیم سفارت رو ببندیم نظر شما چیه؟ البته من برخلاف فرمانشد آقای اسلامی زاده اعتقادم بر اینه که اساسنامه کنگره بسیار شفاف و اون چیزی که نوشته شده، نان پارتیزان اولا به عنوان غیر سیاسی بودن نیست، نان پارتیزان یعنی بی طرف بودن، یعنی طرف جناح و حزب خاصی رو نگرفتن، معنی و مفهومش تا اونجایی که من میفهمم این هستش. و در جایی که در همین بند اول اساسنامه نوشته شده که هدف کنگره و حقیقت پیدا کردن، شناسایی کردن و معرفی کردن نمایندگان شایسته برای کامیونیتی ایران هست، خودمون نشون دهنده اینه که کنگره بایستی در مسائل سیاسی دخالت داشته باشه. حداقل اون چیزی که بنیانگذاران روز اول این رو فرشته تحلیل آوردن اینو داره. اما من خودم ما از تجربه شخصی خودم در دوران مدیریت در کنگره خدمتتون عرض می‌کنم که به هیچ وجه ما اونجا در ارتباط با مسائل سفارت بسته شدنش یا باز شدنش هیچ گونه فعالیتی نداشتیم. سیاست و دیپلماسی کشور کانادا رو وزارت خارجه کانادا تعیین می‌کنه. وزارت خارجه کانادا در برهه‌ای از زمان یکی دو بار مسئولین دسک ایران تماس‌هایی رو با ما گرفتن. تماس‌هایی هم که با ما داشتن، من مشخصاً اعضای دیگه کنگره رو هم که
اعضای هیئت مدیره رو که تا حدودی با دیدگاه های سیاسی ما هم سان نبود، اونها مخصوصا در جلسه شرکت میدادن، مشخصا آقای بهروز آموزگار من رو خودم میبردم در جلسات و دیگر اعضای هیئت مدیره که حاضر و ناظر باشن و ببینن که در اونجا ما صرفا بر مسائل حقوق بشری پایفشاری میکردیم و میگفتیم که اگر چنانچه مسئولین دست ایران مذاکراتی با دولت جمهوری اسلامی دارن، حقا بایستی از حقوق ایرانی ها پشتیبانی کنن و نذارن این حقوق تضییع بشه. زندانیان که ما در اون مقطع خاص مشخصا آقای قاسمی شاعر، آقای ملکپور، آقای مصطفی عزیزی رو ما براشون نامه‌نگاری کردیم و صحبت می‌کردیم، بنابراین کار ما کار واکنشی بود، نه کاری که متاسفانه الان بعضی ها خودشون رو دعوت می‌کنن و به اینجا میان. دادن در واقع حضور به مسئله سیاسی ایران رو توضیح دادن که نمیشه با یک دیدگاه خاص سیاسی انجام داد. این اسم بودن نگاه پارلمانی و یه دلیل آوردن که در واقع خیلی خلاصا اینجا میگم نهادی که قرار بوده محل بحث کردن بشه شده محل بحث کردن که دوستان بنیانگذاران بشه شرکت کرده بودن توی نامشون، نه فقط امسال البته توی سال گذشته از این اتفاق افتاده. دومین مسئله که داشتم میگفتم بحث نان پارتیزان به معنی غیر جانبدار و شاید بشه گفت فراجنایی است. متاسفانه غیر حزبی که ترجمه میکنیم مثل فقط حزب لیبرال اندیپیونه تحت مسئله است. در حقیقت معنی این هستش که شما اساسا اجازه ندارید هیئت مدیره با یک دیدگاه سیاسی خاص نسبت به یک مسئله عمل کنه و کار کنه. نکته سوم که مسئله سوم این هستش که اصلا غیر دموکراتیک است. متاسفانه وقتی صحبت از دموکراسی میکنیم سریع تنسی به ذهن رو میرسی و از آن تنسی که صندوق انتخاباتی گذاشته بشه یه رأی داده بشه، رأی اکثریت پیدا بشه و این میشه دموکراسی. درسته که اصل مهمترین اصل دموکراسی تضمین و تضمین حقوق اقلیت است. شما وقتی در چارچوب کشور نگاه میکنید، وقتی شما اقلیتی نتونه ادامه تحصیل بده، وقتی یک بخش از جامعه نتونه بخاطر جنسیتش به مقام سیاسی بتونه تبعیض کنه، شما دموکراسی ندارید. حالا میتونی روی دموکراسی نسبی صحبت کنی، بحث دیگه است. حالا برای مسئله کنگره، شما وقتی یک اعضای توی این کنگره وجود دارن که اختلاف بنیادین دارن با اون دیدگاه سیاسی که کنگره ایرانی کانادا در هر مقطعی داره پیگیری میکنه، اینا دسترسیشون به منابع کنگره در واقع محدود شده. چون کنگره منابعش چیه؟ نفت نداره. کنگره ایرانی کانادا هم هیئت مدیره رو داره که میاد در واقع یک اجندا میذاره، اون اجندا رو پیش میبره. اگه اون اجندا تضاد کامل داره داشته باشه با منافعی که شهر افراد اون اعضای اقلیت احساس کنن که دارن به اعتماد خودشون هست، این در واقع داره حق اونا رو نادیده میگیره و این در به نوعی کاملا غیر دموکراتیک هست. مسئله رول کنگره نمیتونه در این مورد نمیتونه بی ارتباط باشه به مسئله حقوق بشری. در نتیجه با اینکه یه سوال جدایی هست و این دوتا رو در جواب هم به یه شکلی ارتباط کنیم. ببینید کنگره ایرانی ها بر اساس یعنی در حقیقت پایه و بناش بر اساس تعهد به چارتر آف رایتس و فریدم کانادا است و در نتیجه ما در مورد حقوق افراد جامعه ایرانی کانادا مهمی صحبت میکنیم. برای اتفاق بسید در داخل کانادا که این افراد حقشون ضایع بشه، بنیادها و گروه های حقوق بشری و دفاع از این افراد برمیزه کافی هستن. در مورد که ولی در مورد مسئله ایران که به جمهوری اسلامی رو توجه میکنیم، این که به هر حال این مسئله حقوق بشری و حقوق در و چارتر رایتس و حقوق اشاره میشه، فقط در مورد ایران میتونه اطلاق پیدا کنه. ببینید ما هر کاری که در مسئله پیش بیاد در مسئله حقوق بشر مسئله پولیتیسایز میشه چون مربوط میشه به جمهوری اسلامی و واژگان حقوق بشر و طبیعتاً ما از اون زاویه به قضیه نگاه بکنیم، با اینکه بعد هم که آقای برایی هم گفتن موقعی که انتخاب شدن به نماینده یکی از اعضای هیئت مدیره ایرانی کنیدن کانگرس،
بشه در اینکه رابطه برقرار بشه یا رابطه از بین بره. ولی اون چیزی که مهم هست اینه که اگر قراره که ما رابطه سیاسی با جمهوری اسلامی برقرار کنیم، دولت کانادا باید جمهوری اسلامی رو موظف بکنه به یک راهنمای اصولی، یعنی حداقل اینکه شهروندان دو تبعیتی ایران و کانادایی که میرن ایران برمیگردن از مسئولیت حداقل برخوردار بشن. یا مثلا فرض بکنید که تعهد داده بشه که هیچ گونه وایلیشن حقوق بشر به شکلی که در سالهای گذشته صورت گرفته صورت نمیگیره. من تصور کردم که این رولی هست که ایران کنگرس میتونه سپاس بکنه. با خوزش از پنل دوم ما فقط میخواستیم اعلام کنیم که آقای دکتر خلیچون و سی اینجا رو ترک کنن و قطار آخر به منچر رو بگیرن. میخواستیم به اصطلاح فلور رو باز کنیم برای هر مسائلی فقط برای ایشون، چون باید اینجا رو ترک کنن. از اگر سوالی هستش بنویسیم و بعدا ایشون بتونن پاسخ بدن. ایشون پنجره باید برن، بنابراین تا اون موقع اگر سوالی دارین لطفا بنویسین و ولی من الان میگم به سوال دومی که برای این پنل ما سوال دوم و بعد خواهش میکنیم که آقای دکتر جنی شما اول جواب بدین، بعد سرسلام، بعد دوار برمالی و بعد بهنام. بعضی معتقدن مسائلی مانند دفاع از حقوق بشر بخشی از مسئولیت‌های کنگره است، در صورتی که بعضی دیگر می‌گویند نهادهای خارج از کنگره باید مسئولیت‌های از این نوع را به عهده بگیرند. نظر شما در این زمینه چیست و چرا؟ ببینید، باید که قبلا گفته شد کنگره ایرانیان نمیتونه ادعا بکنه که نماینده جامعه ایرانی هست و در حقیقت دوستی گفتن که صدایه. ببینید، از یه طرفی این کنگره میتونه سلکتیوی خیلی هم نمایندهی گفته بیده. مثلا فرض بفرمایید که اگه مثلا حقوق بشری فقط مثلا به وایلیشن در زندان بودن اطلاق نشه، فرض کنید که زمانی که انتقال پول و مسئله فریز شدن سپرده های بانکی افراد از این جامعه خودمون بطرح شد زمانی که سال 2012-2013، خب این یه مسئله خیلی مشکلزایی بود برای کمیونیتی و ما به موقعی که در کنگره بودیم با مقامات بانک های مختلف صحبت کردیم، با کلارک تی دی بانک که اون موقع پالیسیشن بود که در ایرانی ها سخت مدارا بشه رفتار بشه صحبت کردیم و تمام تونستیم صدای کمیونیتی رو در حقیقت اون لحظه باشه بوده نماینده مردم ایران بزنیم با این مثلا صحبت کنیم. یا مثلا فرض کنیم که در مورد افرادی که زندان رفتن در ایران مثل مثلا فرض کنیم که سعید ملکور و خانم که بعد از صورت به افسار ما نوشتن یه نامه و تماس با مقامات دولتی از طرف کنگره ایرانیان، مادامی که کنگره ایرانیان به عنوان یک گروه پرستیژ دار و در حقیقت حامل پیام کمیتی ایران باشه میتونه خیلی مفید قرار بگیره. هم در مورد زلزله بعد هم که مثلا مطرح شد صدای کنگره ایرانیان به عنوان یه آرگانایزیشن میتونست این مسئله رو خیلی سریعتر و واضحتر به چشم گوش مقامات دولتی بگیره. من در واقع مسئله حقوق بشر رو با اون یک نمونه از مسئله سیاسی مربوط به ایران بهش نگاه میکنم و اینکه نظر شخصی من چی که چیزی باید در مورد مسئله توی کنگره عمل بشه به نظرم اهمیتی خیلی کمی داره. اون چیزی که اهمیت داری تو کنگره چجوری میتونیم راجع به مسائل سیاسی مربوط به ایران عمل کنیم که فراجنایی باشه، همه دیدگاه‌های متکثر جامعه روی کانادا در واقع میتونن در کنار هم همچنان به کارشون ادامه بدن. من در بطور مشخص سه راه حل
مثل که راه حل متناقض همدیگه نیستن. این راه حل میتونه هر کدومش برای یک مورد خاص کار کنه، یه مورد اسمی راه حل میمونه که برای مورد دیگه کار کنه. راه حل اول خیلی ها مطرح کردن که اصلا مسائل سیاسی که مربوط به ایران هستش رو واردش نشه کنگره میکنه. من مطمئن اینو بهترین راه حل نمیدونم، ولی به نظرم در یک موارد ما نتونیم به مقصد مقصد مشترک برسیم، اشتراک رو واقعا از فاصله زیاد باشه بین دیدگاه مختلف، شاید برای این مورد خاص اونطوری بشه راه حل انتخاب کرد. بهترین راه که طبعا راه حل ایدئال هستش این هستش که ما در واقع از فرایند دفاع سازی، از کانسنسس بیلدینگ و از کامپرومایز، از پیدا کردن میان راهکار استفاده کنیم. یعنی ما بپذیریم وجود تکثر در دیدگاه رو، دور هم جمع شیم ببینیم چه راه میانه پیدا میکنیم برای این موضوع خاص که بتونیم همش همون در واقع کنار بیاریم. در مورد موضوع سفارت به طور مشخص رو موضوع بحث امروز هستش، به نظر من مسئله خدمات کنسولی و مخارج مشترکه، یعنی هیچ دیدگاهی وجود نداره که این مسئله رو قبول نداشته باشه. ما میتونستیم در واقع کنگره برای اینکه هیچ دیدگاهی رو در اقلیت قرار نده بیاد با این با حمایت از مسائل خدمات کنسولی همه گروه ها رو دور هم جمع کنیم. سوم راه حل خیلی سریع بهش اشاره کنم این هستش که هیئت مدیره کنگره هیچ آموزشی مشخصی نگیره روی مسائل، بلکه یک محملی بشه برای اینکه دیدگاه مختلف بیان اونجا و بتونن پروژه خودشون پیش ببرن. مثلا کمیته سیاست گذاری میتونه از همه افراد دعوت کنه و بعد زیرگروه های اونجا تشکیل بشن. ممکنه که موضوع سفارت سه تا زیرگروه تشکیل بشه و هر کدوم پتیشن متفاوتی رو پیگیری کنن. کنگره همه امکاناتش رو در اختیارش قرار میده و هیئت مدیره فقط بازگو کننده این دیدگاه های مختلف وقت با جای مختلف مراقبه میکنه به اینکه خودش بیا طرفداری کنند یکی از اون دیدگاه های خاص. ببخشید پرسش بسیار روشنه و در خود اساسنامه کنگره این پاسخ داده شد. کنگره بعد درخواستش اشاره داره و تاکید میکنه که کنگره و پایه منشور حقوق آزادی های کانادا هستن، پیویزی شده و فعالیت میکنه و کار میکنه. شما تصور فرمید که در کشوری ما داریم زندگی میکنیم که دولتش از سال، همونطور که در ابتدا عرض کردم، از سال 2003 قطعنامه بر علیه نقض حقوق مستمر بشر کشور جمهوری اسلامی بود. ما شما تصور کنید که کنگره مسئولینش نسبت به این کار بخوام خونسا عمل کنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این آبروریزی میشه که این دو نفر که اخیراً یکی دو هفته پیش در ماه اکتبر به نمایندگی از کنگره رفتن در مجلس کانادا و اونجا شهادت دادن، شما من خواهش میکنم که شهادتنامه این دو نفر رو مطالعه بفرمایید و ببینید که چجوری دست افتاده در حقیقت مسئله. یعنی اونجا اشاره میکنن وقتی مسئولین کانادایی، شما تصور کنید یک نماینده از یکی از شهرهای دور کانادا نسبت به مسائل حقوق بشر، نقض حقوق بشر اطلاع اشراف کامل داره، در ارتباط با نقض حقوق بهائیان، کشتار بهائیان اطلاع داده، ولی یه فرد عضو کنگره اصلا بی اطلاعی بود. خب این تضاد منافع و این همون مسئله بحران هویت است که من خدمت این عرض کردم. پاسخ هم باسه مشایسته بهش داده بشه، ما نمیتونیم همکاران و یا کامیونیتی بیلدینگ به صورت درست انجام بدیم. سلکتیو و گزینشی هم نمیشه عمل کرد، باید این مسائل رو یک جانبه بدیم. تضاد منافعی هم وجود نداره، ما برای یه عده قلیل و کوچکی نباید منافع کل رو فرا کنیم. از 27 می تا حدود اواخر می سال 2008 حدود 60 نفر، مکسیموم 60 نفر، هفتگی 3 ساعت و 4 ساعت از من افتخار داشتم دوستان همکاری کنم یک گوشه کاری رو بگیرم. تمام این صحبت هایی که ما اینجا داریم در همین زمان می‌کنیم در همون زمان هم انجام شد
فعلی که شما می‌بینید با دوسته تا امنیمنت روش اومده در اختیارتون هست و ای کاش که اون زمان جامعه ایرانی که حدود 120 هزار نفر بودن ما $5 کمک میکردن به این ارگانیزیشن و یه ریسورس مالی این ارگانیزیشن داشت که یه دپارتمان رو به بشر پیش بزنه. من خیلی موافقم با اون، ولی متاسفانه فعلا کنگره ایرانی و کانادا در حد نامه و نامه‌نگاری فقط ریسورس داره و حتی سال 2012 که من مدارک کنگره رو تمام تجهیزات و مدارک کنگره رو منتقل کردم، این مدارک هنوز در یک جای سیف نیست که منتقل بشه به گروه بعدی. پس بنابراین کنگره ریسورس نداره. اگر بخوایم در زمینه حقوق بشر نظر بدن، به نظر من یک وکیل لازم داره کنگره که دائم با اون در ارتباط باشه و بتونه ادوایس درست بهشون بدن. اگر اونجوری باشه بسیار بسیار عالی، من موافقش هستم. در سال 2012 22 ژانویه 2012 یک جلسه کنگره ایرانیان گذاشته، من در اون زمان در هیئت مدیره بودم، به خاطر مسائل و مشکلاتی که سنکشن برای مردم ایران داره. چرا دارو به بیمارستان های ایران نمیرسه به خاطر سنکشن؟ به نظر من اون هم جزو مسائلی هستش که باید بررسی بشه که این تحریم ها بایستی به نظر من یه مقداری بررسی میشه که تا چه حد میتونه باشه تا چه حد نمیتونه. اگر تحریم رو بیه دولت ایران بزنان فرق میکنه و تحریم مردم بزنان. ببخشید، میشه خواهش میکنم سکوت رو حفظ کنیم، بذاریم صحبت تموم شه، بعد میتونیم بیایم نظر بدیم. وقتی که ما هست شد ایشون دارن از رژیم نمایسته. بله خواهش میکنم، ببخشید. ما خواهش میکنم، ما یه سوال دیگه باقی مونده، بعد میتونیم نه الان آقای وکیل ما سوال نمیدونم. بعد من خواهد بود، ببخشید این سوال ها فقط بعد از دارتون انجام بودم، بعد چرا مردم رو یه بود نه که وقت خواهد بود، ما چون دیر مردم شدیم شروع کنیم از این